در بخش قبلی رفتیم سراغ عکس لندسکیپمون، یک مراحل ابتدایی و اولیه رو توی کامرا رو با هم دیدیم. توی این بخش می‌خوایم یه مقدار کامل‌ترش بکنیم. یه اسنپ شات داشتیم، حالا می‌خوایم یه اسنپ شات دیگه ازش بگیریم. این ویدیو رو حتما تا آخر همراه من باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستای خوبم، به استودیو من خوش اومدید. من میثم خادم‌پور هستم و با یک دیگه از آموزش‌های فتوشاپ در خدمت شما. مستقیما بریم سراغ کامپیوترمون و ادامه کارمون رو با هم انجام بدیم. همونطور که می‌بینید این عکسی هستش که تو بخش قبلی با هم ادیتش کردیم. یه قبل و بعد رو بهتون نشون بدم. این عکس خام ما هستش که هیچ اتفاقی روش نیفتاده و این مراحل کاری هستش که تو الان پیش رفتیم. خب حالا میخوایم بریم تو این قسمت سراغ مناطق تاریکمون، دقیقا این قسمتی که اینجا هستش، و یه مقدار اونو تقویت بکنیم. طبیعتا دوستانی که با پلاگین کامرا کار کردن، وقتی که با همچین مواردی برخورد میکنن، مستقیما میرن سراغ ابزارها، مثلا ابزاری که الان اینجا هستش، ابزار گرادیوئت که ابزار گرادینت نوری هستش، ابزار رو ور میدارن و به این شکل میکشن و من یه ریستش بکنم و اکسپوژر رو افزایش میدم برای اینکه اون قسمت روشن بشه. اما تو این تکنیکی که میخوام بهتون یاد بدم، من از این ابزار نمیخوام استفاده بکنم، میخوام کار دیگه ای انجام بدم. این ابزار رو پاک میکنم کلا و میرم داخل پنل بیسیک، دقیقا این قسمت، و فضاهای شادو، فضاهایی که تاریک هستش رو افزایش میدم تا انتها میبرم و یک مقدار اکسپوژرم افزایش میدم. خب اتفاقی که داره میفته، روشنایی تصویر من کاملا لینیر هستش و رو تمام بخشای نوری تصویر من داره تاثیر میذاره، مناطق روشن، میانه و فضاهای تاریک. اما کاری که میخوام انجام بدم اینه که من میخوام یه دوتا خروجی از این عکسام داشته باشم و برم تو نرم‌افزار فتوشاپ با استفاده از فرمان بلندیف اینها رو با هم مچ بکنم. یعنی اونجا خیلی راحت میتونم بگم که چه بخشهایی بمونن و چه بخشهایی برن. خب طبیعتاً خیلی بهتر و دقیق‌تر از ابزارها میتونم این کارو انجام بدم و کنترل بهتری دارم. اکسپوژر رو افزایش دادم، دست به چیز دیگه ای نمیزنم و میرم در قسمت اسنپ شات. ببینید دیگه این الان تصویری هستش که جدیداً ادیتش کردیم، اینم تصویری هستش که قبلاً ادیت کردیم. یه اسنپ شات دیگه درست میکنم 202 و اینجا ثبتش میکنم. پس من دو تا عکس الان دارم، یکی این هستش، یکی هم این هستش. یعنی یک فایل خام، یک فایل را رو دو تا خروجی ازش درست کردم، ایجاد کردم که حالا بعد اینا رو هم ذخیره بکنم، سیوشون بکنم و بعد وارد نرم‌افزار فتوشاپ بشه. توی مرحله اول تو اسنپ شات 201مون میتونیم رو قسمت‌های دیگه هم کار بکنیم، ولی پای و اساس تکنیکو گذاشتم بر مبنای نرم‌افزار فتوشاپ. یعنی نمیخوام همه کارا رو توی پلاگین کامرا انجام بدم. 201 رو انتخاب می‌کنم، در قسمت اکسپورت آیکونشو میزنم، سیو آپشن برام باز میشه، مکانو بهش میدم، همین دسکتاپ کامپیوترمو بهش میدم و تو حالت تیف، فرمت تیف و در حالت کمپرس LZW و همینطور تو کالر اسپیس sRGB، چون من خروجی میخوام یک خروجی اینترنتی باشه و توی شبکه‌های اجتماعی منتشرش بکنم، تو حالت sRGB ازش خروجی میگیرم، سیو میزنم که این اسنپ شات منو ذخیره بکنه، یه مقدار زمان میبره. بعد میرم سراغ اسنپ شات دوم و باز هم اکسپورت رو میزنم، سیو آپشن باز میشه، تنظیمات همون تنظیمات هستش و سیو میکنم. خود پلاگین کامرا این دوتا عکس منو ذخیره میکنه، اسمشون هم یکیه ولی یک و دو میذاره جلوشون. دوتا خروجی الان دارم، نرم افزار فتوشاپ رو باز کردم، میرم در زیر مجموعه فایل اوپن و دوتا عکس رو داخل نرم افزار باز میکنم. باز شد. میرم سراغ اون عکسی که لول نوریش بیشتر بود. خیلی راحت اینجا شما میتونید کنترل A رو بزنید که بره تو حالت سلکت، بعد در زیر مجموعه ادیت کپی رو بزنید، از حالت سلکت خارج کنید، بیایید توی عکسی که دارکتر هستش، تیره‌تر هستش و در زیر مجموعه ادیت پیس رو بزنید که اون عکس کپی بشه اینجا. خب ما الان یک داکیومنت داریم که تشکیل شده از دو تا تصویر، یک تصویری هستش که لولش روشن‌تره و یه تصویری هم هستش که لولش تیره‌تره. خب اولین کاری که می‌کنم اینه که
توی فضای خالی این لایه هم دوبار کلیک میکنم، پنجره یه لیستال برای من باز میشه. این اونم بزرگ هستش، من همیشه نمیدونم اینو کجا بذارم که شما بهتر ببینید. فکر کنم اینجا بهتره، دقیقا تو قسمت بلندیف در حالت گری. اگه این دوتا زبانه رو ما به سمت راست و چپ حرکت بدیم کاملا متوجه میشید که چه اتفاقی میفته. این بخش کارش اینه که میاد یک سری فضاهای روشن رو بر مبنای حالا لایه پایین حذف میکنه، یا برعکس میتونه فضاهای تیره رو حذف بکنه. من ازش میخوام که فضاهای روشن بمونن و فضاهای تیره حذف بشن. زبان شادو رو به سمت جلو هدایت میکنم، ببینید فضاهای تیره میمونه، فضاهای روشن یک مقدار یک قسمت هایش حذف میشه. دکمه آلتو میگیرم، زبانه رو میشکونم، به سمت جلو هدایت میکنم، این هم مقدار به سمت عقب، دقیقا به این شکل. بعد میرم روی زبانه های روشن، با گرفتن دکمه آلت میشکونمش، به سمت جلو هدایتش میکنم، حتی این مقدار این هم میتونم کمترش بکنم. ببینید دقیقا به این صورت و اوکی رو میزنم. یه قبل و بعد رو ببینید. هدف من توی این کار اینه که توی فضاهای روشنم دقیقا این قسمت تیرگی ها سر جاش باشه، ولی یک مقدار اون قسمت هایی که نور خیلی کمی داشته اونا خودش رو بیشتر نشون بده. ببینید یه چیز مثل داجو برن هستش، اما چون داره رو کل تصویر من تاثیر میذاره و سمت راست تصویر منو داره تحت پوشش خودش قرار میده، من حتما باید از ماسک استفاده بکنم. یک ماسک اینجا برای خودم درست میکنم و با استفاده از ابزار براش با رنگ مشکی ابزارهای رو بزرگتر میکنم، شروع میکنم این قسمت ها رو براش زدن به این شکل. توی قسمت های پایین نمیام، یه مقدار اینجاها رو با دقت میرم جلو، براشم رو کوچیکتر میکنم. به این صورت. قبل و بعد رو ببینید. دقیقا سمت چپ تصویر ما تحت تاثیر قرار گرفت و روشن‌تر شد. همین نیم استاپ روشنایی میتونه تصویر رو کاملا متفاوت بکنه. برای اینکه کارمون ترتمیزتر بشه باید بریم یه مقدار جلوتر. حتما به لبه ها حواستون باشه که این لبه ها رو با دقت بیشتری براش بزنید. البته من اول این قسمت ها رو کامل بکنم، این قسمت و این قسمت. میتونم یه مقدار اینا رو هم بهش اضافه بکنم به این شکل. ببینید و تمام. خاموش روشن میکنم که ببینید این قبله و این بعده. به جزئیات اینجا دقت کنید، قبل بعد. ببینید چه نور تمیز و یک دستی تونستیم وارد دست تصویرمون بکنیم بدون اینکه از ابزارهای پلاگین کامرا استفاده بکنیم و یه تکنیک فوق‌العاده و جذاب هستش. این تکنیک تو خانواده لومسکا قرار میگیره، یعنی ما اومدیم از طریق نورها یه سری ماسک برای خودمون درست کردیم که حالا پیشرفته ترش هم میکنیم. تو بخش بعدی کارمون رو تکمیل تر میکنیم، میریم سراغ شارپنس تصویر و داجو برن های خاص خودش و کم کم تصویرمون کامل تر میشه. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. مثل همیشه گرنک و بیشیشه غم را به سنگ، هفت رنگش میشود 70 رنگ. دلتون شاد باشه و لبتون خندون. خدا نگهدار.